برنامه پند حقیقت آشکار همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. عیسی نزدم بیا، بحر من باش راهنما، در دستایت این جانم، ای هادی نیکویم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم. قلبم را نگشایم، هیچ کس را جا ندهم، تنها حضورت خواهم، ای عیسی مصلوبم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم. به تو توکل دارم، در هر چیز باش رهبرم، سلطنت کن در قلبم، ای مسیح محبوبم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم، همیشه باش رهبرم. دوستان و هموطنان بسیار گرامی و ارجمند، شما را به این برنامه خوش آمد گفته و آرزوی تندرستی همه شما را از خدای متعال خواهانم. عزیزان، قبل از اینکه موضوع خیلی جامع و خیلی حیاتی و مهم درباره عیسی مسیح صحبت کنم، اجازه بدید دعا کنیم تا خود عیسی مسیح با ما حرف بزنه و شما هم در دلتون بخواهید که خدا باتون حرف بزنه. ای خداوند، در نام عیسی مسیح و برای جلال نام پدر می طلبیم که فکرها و ذهنهای ما را باز کنی و با ما حرف بزنی،
چون تو مشارکت با مخلوقت را دوست داری، پس کمک کن ای خداوند تا بتونیم صدای تو را بشنویم و از طریق این برنامه ما متنبه بشیم، متوجه بشیم و بدانیم که عیسی مسیح چه شخصیت عظیمی است. در نام خودت طلبیدم ای عیسی مسیح، برای جلال نام پدر، آمین. دوستان عزیز، عیسی مسیح چنین فرمود در انجیل یوحنا باب 14 آیه 6 که آیه خیلی معروفیه، فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. تکرار می کنم، عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. هیچ کس. پس تمام افراد دیگر که وعده و قول فراوانی دادن به مردم همه باطلن، چون هیچ کس قادر نیست انسان را، هیچ انسانی قادر نیست که هم نوع خودش را به خدا برسونه یا به حضور خدا ببره. اما برای عیسی مسیح چرا این حرف صدق میکنه؟ چرا صادقه؟ برای اینکه عیسی مسیح تنها راهی است که ما میتونیم به حضور خدا برسیم. تنها راه رسیدن به حضور خدا با فروتنی عیسی مسیح میسر شد. یعنی اینکه در فیلیپیان باب 2، یکی از رسالات خیلی مهم پولس رسول، فیلیپیان باب 2 آیه 5 تا 11 چنین می‌خوانیم، میگوید پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای تمجید خدای پدر. پس عیسی مسیح حق داره بگه من تنها راه را میتونم پیش پای شما بذارم و خودم راه، اون راه هستم. چرا؟ برای اینکه خدای پدر، یعنی همون خدای متعال، او را تایید کرد، او را ثابت کرد و در اینجا ما میخوانیم که خود خدا او را به غایت سرافراز نمود و اسمی که فوق از جمیع اسماست به او داد. یعنی هر اسمی که شما فکر میکنید زیر اسم عیسی مسیحه، تا به نام عیسی هر زانویی آنچه در آسمانه، آنچه بر زمینه و آنچه در زیر زمینه، همه، یعنی بهشت و مردم روی کره زمین و جهنم، همه زانو بزنن و بگن که ای عیسی تو خداوند هستی. پس هیچ کسی دیگر را ما نمیشناسیم که چنین آیاتی درباره او گفته شده باشه. پس عیسی مسیح تنها راست که با فروتنی خودش این راه را میسر ساخت، چنان که براتون خوندم. نکته دوم، عیسی مسیح تنها حقیقت نجاته. یعنی حقیقت نجات بشریت را عیسی مسیح عملی کرد و بصری کرد، یعنی هم نشان داد هم عمل کرد. چگونه؟ با محبت خودش نسبت به انسانها رفت روی صلیب، تاوان گناهان من و شما را داد، لعنت ما را بر خودش گرفت، گناهان ما را بر خودش گرفت،
تمام غم و غصه های ما را بر خودش گرفت و بعد همه اینها را برد تو قبر دفن کرد و روز سوم پیروزمندانه از قبر بیرون اومد، قیام کرد و بر قبر و مرگ پیروز شد و این کار را خودش داوطلبانه کرد و کسی بهش زور نگفت یا مجبور نشد یا شانسی نبود، چنان که در انجیل یوحنا باب 10 آیه 17 18 چنین می‌خوانیم: و از این سبب خدای پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود را می‌نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی‌گیرد. ببینید، کسی نمی‌تونه عیسی مسیح را بکشه، کسی آن را از من نمی‌گیرد، بلکه من خود آن را می‌نهم. خودم با میل خودم اومدم مصلوب شدم و قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. این باز یه نکته دیگه است که خدای متعال فقط عیسی مسیح را تایید میکنه. در اونجا خدای متعال اسمی داد به عیسی مسیح که از همه اسامی تو جهان که بین مردم شما میشناسید از اون اسامی بالاتر، و در اینجا ما میبینیم که این حکم را از پدر یافتم که من با میل خودم بیام و جانم را در راه بشریت فدا کنم و دوباره این جان مرده را زنده کنم با یک بدن پرجلال. و برای همینم هست که حقیقت نجات را هم نشان داد و هم عمل کرد و الان قضا آماده است، نجات آماده است. هر که او را بخواند نجات خواهد یافت. اگر ما ایمان بیاریم که عیسی مسیح به خاطر من روی صلیب رفت، به خاطر گناهان من مصلوب شد، به خاطر من فدا شد و بعد قیام کرد تا منو نجات بده، عادل کنه در حضور خدا، من فرزند خدا میشم، من از تمام گناهانم آزاد میشم. و نکته سوم، عیسی مسیح میفرماید من تنها حیات جاودانی هستم. این حیات جاودانی را با فیض خودش میسر کرد. یعنی اینکه در افسوسیان یک رساله دیگری است چنین میخوانیم، برای اینکه این منظور از فیض روشن بشه، افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9 چنین میخوانیم: زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال یا عمل کرده کسی تا هیچ کس فخر نکنه. کلام خدا میگه که ما لیاقت و شایستگی برای نجات اصلا نداشتیم، هیچ وقت ما شایسته نبودیم. چرا؟ برای اینکه از صبح تا شب گناه کردیم، اصلا ژن‌های ما آلوده به گناه. ما از پدر مادر که متولد شدیم حسادت، طمع، خودپرستی، جیغ و داد، عصبانیت و لجاجت، همه اینها ما در اون بچگی خودمون می دیدیم. یعنی تمام طبیعت ما آلوده به گناه بود. ما شایستگی نداشتیم که نجات پیدا کنیم، اما خود خداوند با فیض خودش، عیسی مسیح با محبت خودش آمد و این نجات را برای ما مهیا کرد. از این نظر میگه که به عمل کرد ما نبود که عیسی مسیح اومد ما را نجات داد، بلکه به فیض خودش، یعنی به شایستگی و لیاقت خودش. بله، پس تنها عیسی بود که دروازه آسمان را برای جمیع مردم گشود. همونطور که خدا در کشتی نوح را باز کرد و وقتی نوح و خانوادش از پنجره نگاه کردند، دنیای جدیدی را در حضور خودشون دیدند، چون دنیای قدیم با آب کن فیکون شد
و وقتی این در باز شد، خدا این در رو کشتی را باز کرد، نوح و خانواده روبروی خودشون یک دنیای جدید، تمیز، مرتب دیدن. و اولین کاری که نوح انجام داد، یک جایی درست کرد و یک قربانی گذرانید و تشکر کرد از خداوند، و این قربانی سلامتی و تشکر را خدا قبول کرد. امروز هم عزیزان، وقتی این در دروازه آسمان عیسی مسیح باز کرده و ما قدردانی میکنیم، میاییم در دنیای جدید، آن موقع شکرگزاری و حمد و ستایش عیسی مسیح در ما به وجود میاد، چون عیسی مسیح خودش قربانی شد تا هیچ کس دیگر قربانی نشه، و اون خونش را ریخت تا هیچ کس خونش ریخته نشه. پس همونطور که در کشتی را خدا باز کرد، دروازه آسمان را هم خدا توسط عیسی مسیح برای بشریت گشود. دوم، تنها عیسی حقیقت نجات را عملی کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه قوم اسرائیل وقتی در مصر بودن 400 سال در اسارت بودن، و وقتی خدا اینها را با معجزه این بود که دریا را باز کرد و این قوم را از این خشکی گذرانید و این طرف بیابان سینا وارد کرد، وقتی قوم نجات پیدا کردن، آبها دوباره اومد سر جاش، دشمنان از بین رفتن، دنیای مصر براشون دیگه بسته شد و پشت سر گذاشته شد. همینطور هم عیسی مسیح وقتی ما را نجات میده از بردگی و اسارت شیطان، وقتی ما میشیم فرزند خدا، دیگه اون اسارت قبلی وجود نداره. یعنی نجات ما همونقدر عملی و ملموسه که قوم اسرائیل از مصر اومدن به این طرف دریا، یعنی صحرای سینا. و نکته سوم، تنها عیساست که حیات جاودانی داره و خودش حیات جاودانیه. وقتی قوم اسرائیل باید وارد زمین کنعان میشد، خدا بهشون گفت که 7 تا طایفه اونجا هستن و شما باید اون 7 تا طایفه رو از بین ببرید. چرا؟ برای اینکه اونها خیلی گناه کردن و گناهشون رسیده به آسمان. اما اون 7 طایفه مردان بلند قد و زورآور بودن، شهرهاشون حصاردار و خیلی قوی و بسیار عظیم و دارای قشون و پادشاه و مرتب، اما قوم اسرائیل هیچی نداشتن، هیچ اسلحه نداشتن. اسلحه اونها فقط وعده خدا بود. بنابراین وقتی اینها وارد شدن، اون 7 طایفه را خدا قلقم کرد. همونطور هم وقتی ما نجات عیسی مسیح را میپذیریم، حیات جاودانی عیسی مسیح در ما میاد و تمام اون 7 طایفه، اون شیطانها، اون نفس اماره، اون طبیعت گذشته، تمام این گناهان مثل این مردان قوی و بلندقد و زورآور و شهر و حصاردار، همه اونها را عیسی مسیح در هم میشکنه، از بین میبره و ما را آزاد میکنه و ما را وارد حیات جاودانی میکنه. همونطور که قوم اسرائیل وارد زمین موعود شدن، ما هم وارد زمین ابدی خدا میشیم، حیات جاودانی خدا میشیم. پس عزیزان، این 3 تا نکته را به یاد بیاریم و دعا کنیم. تنها رسیدن به حضور خدا با فروتنی مسیح میسر شد. تنها حقیقت نجات با محبت مسیح بر صلیب و قیام او انجام شد. تنها حیات جاودانی با فیض مسیح میسر گردیده. دعا کنیم. خداوندا، در نام عیسی مسیح از حضورت می طلبم که همه عزیزان تشنه و گرسنه عدالت
تو سیر کن و سیراب نما، و بیا در وجود ما، بیا در وجود قلب، و قلب را عوض کن و مشارکت را شروع کن، و ما را از تمام گناهان و قصورات و طبیعت کهنه آزاد کن و به ما اطمینان نجات بده، زیرا در نام عیسی مسیح و برای جلال نام تو طلبیدم، آمین. اعتماد بر عیسی نیکوست، هادی و امید ما، وعده های عالی از اوست، در کلام او پیدا. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی عالم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر عیسی دارم، بر آن خون پاک او، خون وی زدود جرمم، محض فیض و رحم او. بر عیسی اعتماد دارم، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی عالم، فیضت را عطا فرما. اعتماد بر او شیرین است، آزادم ز قید و بند، شادی و سرورم نروست، در مسیح خدا بند. بر عیسی اعتماد دارم، مزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی عالم، فیضت را عطا فرما. ای امید و شادی جان، دوست و منجیم عیسی، نور تو برویم تا با، همدمم شبی هر جا. بر عیسی اعتماد دارم، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی عالم، فیضت را عطا فرما.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.